سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چلنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. پیامدهای حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، در خود اسرائیل، در منطقه و در عرصه بین المللی و در خود تهران در میان جمهوری اسلامی چه بوده و چگونه بوده تا این لحظه. نماز جمعه امروز علی خامنه ای، امامت جمعه علی خامنه ای و آنچه که در این نماز جمعه مطرح میشه و شده و آنچه که در اسرائیل میگذره، در واشنگتن و کشورهای دیگه، پایتختهای دیگه مورد گفتگوی من خواهد بود با دو میهمان تفسیر خبر، آقای منشه امیر در اسرائیل و آقای علیرضا نوری‌زاده این بار در لس آنجلس. اسرائیل میدونیم که گفته در حال بررسی برای انتخاب زمان و چگونگی حمله تلافی جویانه است به جمهوری اسلامی. آیا حمله به جمهوری اسلامی خواهد بود یا به ایران؟ بسیاری از مردم ایران از کشتن شیخ حسن نصرالله فربه لبنانی خوشحال شدند، اما در این حال پاسدار آن هستند که اسرائیل در هر اقدام نظامی خود مصالح ایران و مردم ایران رو، ساختارهای صنعتی ایران رو که آخوندها نقشی در اون نداشتند، هدف قرار نده. ساختارهایی که از پیش از انقلاب به امروز ایران رسیده. گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم تا لحظاتی دیگه. آقای منشه امیر، دومین روز از روزهای خجسته است برای ملت یهود. روش هشنا، عید کلیمیان که خجسته باد بر همه اونها و بر همه مردم جهان در مسیر صلح. خوش آمدید. سپاسگزارم. عید روش هشنا یعنی سال نو عبری، همزمان با آغاز پاییز و پایان فصل درو و کشاورزی و آغاز بهره برداری از میوه ها، و امیدوارم که سال بسیار سختی رو پشت سر گذاشتیم، ولی امید داشته باشیم که سال بهتری پیشا پیش در رو داشته باشیم. خواهیم رسید حتما. و آقای نوری‌زاده در لس آنجلس، خوش آمدید با صدای گرفته ای که از یکی دو روزه دارید. بله، من با درود به شما جناب امیر و بینندگان تفسیر خبر، ساعت‌ها در دست متبحر نازنین دندان پزشک بزرگ و دوست عزیز دکتر فرزام، من زیر دست او قرار داشتم و این سوزن‌ها و بی‌حسی ها روی حنجرم هم اثر گذاشت. در حال پوزش میخوام و سعی میکنم در حد مقدور در بحث شما شرکت داشته. خب آقای امیر، در چنین ایامی و در چنین روزی، دوم روز روش هشنا، فضای اسرائیل رو از شما میشنویم در پی حملات موشکی. به هر حال اثرات چندانی نداشته، اما یک اثر رو میشه پیش بینی کرد یا گفت یا برآورد کرد که داشته، و اونم احساس ناامنی، چیزی که با اقدام تروریستی حماس در 7 اکتبر ابعاد خیلی بیشتری پیدا کرد و الان هم با شلیک این موشک‌ها، شلیک موشک‌های حزب الله ماها و سالها و همه اینها، الان چه وضعیتی هست؟ چه انتظاری میره مردم اسرائیل دارن از ارتش اسرائیل و بعد نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل؟ بله، ببینید، سال نو عبری دیروز آغاز شد، پنجشنبه، و کافی این رو من براتون مثال بزنم که از ساعت
شش بامداد تا حدود هفت شب 160 راکت از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. 160 راکت در ظرف کمتر از یک شبانه روز. این رو اضافه بکنید به اون 191 موشک بالیستیک که رژیم ایران پرتاب کرد و ده ها هزار موشک و راکتی که در ظرف این یک سال اخیر به سوی اسرائیل از جوانب مختلف شلیک شده. مسلمه که این در اسرائیل هر اندازه هم که دستگاه های دفاعی و سامانه های ضد موشکیش قوی باشه، ولی 100% نیست، 90%، 92%، بالاخره یک رشته از موشک ها اصابت میکنه و اصابت کرده. این است که مردم اسرائیل نگرانن. ولی در این حال چیزی که واقعا قابل تحسینه، به زندگی عادی ادامه میدن تا اونجایی که ممکن. مثلا چهارشنبه شب قرار بود که 2-3 کنسرت برگزار بشه، باطل کردن، چون در شرایط کنونی نمیشه، که صلاح نیست که مثلا بیشتر از 20 نفر یا 30 نفر گرد هم بیان و در یک جا باشن. ولی خب مردم جشن روش‌هشانا رو که چهارشنبه شب بود به طور کامل برگزار کردن. در یک کلام میتونم بگم که زندگی تا حدودی عادی هست، ولی نگرانی ها وجود داره و بر شمار کودکان، زنان و افرادی که به روانشناس احتیاج دارن افزوده شده، چون این غیر قابل تحمله که شما شب رفتید میخوابید و 3 بار 4 بار باید بیدار بشید و با عجله در ظرف 10 ثانیه، 15 ثانیه، 20 ثانیه خودتون رو به پناهگاه هم برسونید، 15 دقیقه در اونجا باشین و انشالله که خبری نشده و خطری نبوده، اون موقع میتونید دوباره بیاید بخوابید، شاید 2 ساعت بعد از اون دوباره بیدار بشید. بفهمید، یعنی این فضا هست، فضای انتظار که اسرائیل به یک حمله تلافی جویانه دست بزنه؟ بله، این انتظار شدید است. الان شما اگر رسانه های اسرائیلی رو دنبال بکنید، همه بحث ها این است که میشه یا نمیشه. جواب اینه که حتما میشه. در چه ابعادی خواهد بود، چه هدفهایی رو ممکنه مورد انتخاب قرار بدن و غیره، روی این بحث و جدل و ابراز عقیده وجود داره. ولی در این که اسرائیل نمیتونه و نباید تیز باشه، ساکت بمونه و اقدام نکنه، مسلمه که اقدام خواهد کرد. مسئله اگه بعدم وقت داریم و بپرسید، این رو بررسی میکنیم، باز میکنیم که چه احتمالاتی وجود داره. حتما همه شو به ما خواهید گفت، حتی اون قسمت هایی که محرمانه احتمال هست. آقای نوری زده، ببینید در ایران هم یه همچین انتظاری هست و مردم البته این انتظار دارن که هدفهای اسرائیل هدفهای سرمایه مردم ایران نباشه. یعنی اگر هدفی هست، این بین ایران و حکومت خلاصه 2 جور هدف هست. این رو شما چطور ارجابی میکنیم؟ بفرمایید. باز با پوزش از صدام نمیتونستم نیام. یعنی تفسیر خبر رو شون خیلی دوست دارم. حضورت رو عرض کنم که در ایران 2 نوع در واقع ما مسئله داریم. یکی مسئله عامه است، یکی مسئله نظام و همکاران و همراهانش. به اعتقاد من مردم هم نگرانن به نوعی که آیا حمله اسرائیل باعث خواهد شد که زندگی اونا مختل بشه، چون صحبت از زدن مراکز تولید برق 90 نقطه رو جمهوری اسلامی دفاعیاتش رو دبل کرد و این نکته قابل تأمل. نکته بعدی این است که تلاش های آمریکا از طریق قطر برای اینکه جمهوری اسلامی رو در واقع وادار بکنن بقبولانن دست از بازیش برداره که بر نخواهد داشت، ذات جمهوری اسلامی ضد یهوده و
دست بردار نخواهند. و به اعتقاد من اسرائیل به خاطر عید مردم اسرائیل و عید یهود و همینطور به خاطر اینکه رژیم رو در استراب نگه داره عملیات فوری نشون نداد، ولی بدون تردید حتی برای اون دو عربی که کشته شده، برای اینکه روی سید علی رو کم بکنه، اسرائیل واکنش تندی نشان خواهد داد. و به اعتقاد من منطقه منتظر این است که در واقع اسرائیل واکنشش رو بده. آقای پزشکیان در قطر با وزرای خارجه چند کشور از جمله عربستان دیدار کرد. خیلی جالبه، وقتی اتفاق افتاد نصرالله کشته شد، ذوب شدگان در ولایت گفتن اگر جلیلی بود این اتفاق نمی افتاد، و این مردک با حرفاش اسرائیل رو جری کرد. حالا سید علی آقا دست به دامن کاپشن پزشکیان شده که سر جدت بیا برو شفاعت بکن که این اسرائیلیا فکر نکنن که بیا ما رو بزنن. سر نماز جمعه بحثه، تا این لحظه که بنده در خدمت شما که آقا چه جوری بره. رفتن توی مصلای تهران موشکای S-300 منظومه S-300 گذاشتن. به همین دلیل میخوام بگم رژیم این کارو باید میکرد، چون بی آبرو شده بود. در بیروت فوش بهش میدادن، در حزب الله یا حتی انتقاد میکردن، در ایران بهش میخندیدن. و یه خبر رو بهتون بدم، وقتی سردار علی اکبر پورجمشیدیان یکی از قاتلان سپاه، قاتلان بچه های ایران، عنوان معاون سیاسی وزارت کشور بدون اطلاع رئیسی به پزشکیان انتخاب میشه و بلافاصله دبیر شورای امنیت میشه و تو حکمش نوشته میشه برای تنفیذ قانون اجرایی جدید وزارت کشور. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کسی در خیابان شیرینی پخش کرد، این میشه مجرم و بگیرین و باش به عنوان مفسد رفتار کنید. مردم حق شادی ندارن، اما رژیم هم هرچی زور زد تظاهرات هفته بهمنی را بندازه نتونست، چون مردم خوشحالن که حسن نصرالله مردی که ثروت ایران رو چنگ انداخته بود روش به لقاء الله فرستاده شد. خوبه آقای امیر بفرمایید. ببینید باز من تاکید میکنم، پیشتر هم اشاره کردم که دو جور هدف میتونه برای اسرائیل وجود داشته باشه. هیچ کس، من شخصا هرگز خواستار حمله به ایران نیستم از طرف هر کی که باشه، منتها ایران یک چیزیه، جمهوری اسلامی یک چیز دیگه، این رو همه میدونیم. و تا چند از به نظر شما اینها مورد نظر یا توجه قرار میگیره؟ هرچند در عملیات نظامی خب نمیشه کاملا دقیق عمل کرد، ولی این آیا در اسرائیل مورد نظر هست و اون احتمالاتی که اشاره کردید یا در اون احتمالات مورد نظر شما؟ بله، با گزینه ها شروع بکنیم. به نظر من 4 گزینه وجود داره. یکی گزینه اقتصادیه، اقتصادی یعنی پایانه های نفت. جزیره خار خیلی در اسرائیل از جزیره خار که ترمینال صادرات بین المللی نفت ایران هست صحبت میشه و مطرح میشه. یعنی ریشه اقتصادی و مالی و درآمدهای حکومت رو چنان بخوش کنند که دیگه پولی برای رساندن به دست گروه های ترور و از جمله حزب الله و حوثی ها و غیره باقی نمونه. این از نظر تامین امنیت اسرائیل میتونه خیلی کارساز باشه. این به ملت ایران هم کمک خواهد کرد. یعنی وقتی که حکومت درآمدی نداره که به گروه های ترور بده و مسلماً درآمدی هم نداره که نان و آب و دارو و مایحتاج دیگر مردم رو تامین بکنه، و اون موقع است که چون سپاه پاسداران هم درگیر جنگ با اسرائیل هست، زمین خالی میشه، امکاناتی برای
مردم ایران به پیش میاد و اونها ممکن است که به خیابانها بریزند، اعتراض خودشون رو فریاد بکنند و در راه برانداختن رژیم بکوشند. این گزینه نخست است. گزینه دوم تأسیسات اتمی است که الان سال‌هاست 19 ساله و بیشتر که اسرائیل مرتبا داد میزنه آقا اینا میخوان بمب اتمی درست کنن. حتی روز گذشته پنجشنبه هم روزنامه کیهان تهران به صراحت نوشت که بله الان دیگه باید بریم به طرف بمب هسته‌ای. روزنامه جوان که سخنگوی سپاه پاسداران هست همین حرفا رو تکرار کرد. حالا حساب بکنید که آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین میگوید که اگر من در تنگنا قرار بگیرم به اسلحه اتمی متوسل میشم. همین حرف رو حکومت ایران میتونه بزنه. بنابراین نابود کردن تأسیسات اتمی یا لاغل بخشی از اونها میتونه گزینه دوم باشه. گزینه سوم آسیب رساندن به تأسیسات سنتی و نظامی سپاه پاسدارانه، نه صنایع ملی ایران، نه صنایع فولاد، بلکه اون کارخانه هایی که در اونجا موشک‌ها رو میسازن یا مونتاژ میکنن یا غیره و قرارگاه های سپاه پاسداران که این میتونه در پراکنده کردن سپاه پاسداران بسیار موثر باشه. گزینه چهارم این است که بیاین و آنچه را که نماد حکومت اسلامی ایران محسوب میشه این نمادها رو آسیب برسانن، نابود بکنن. اینجا اجازه بدید که من زیاد وارد جزئیات نشم، ولی دیدید که اسرائیل چه قدرتی در لبنان داره. دقیقاً میدونه کی کجاست، کی و محلش رو بلده و میزنه و این توانایی رو شاید بیشتر، احتمالاً کمتر به خاطر دور بودن راه، ولی شاید بیشتر به خاطر همکاری و همیاری که ما از ملت ایران میبینیم بشه که حکومت رو کاملا در تنگنا قرار بده. و حتی گزارش هایی هست که خامنه ای بسیار نگران بردنش جاهای مخفی. و اجازه بدید یک لطیفه براتون تعریف بکنم که در تهران میگن که مشاوران حضرت امام خامنه ای توصیه کردند ایشون به چنان محل سری بره که فقط اسرائیل ازش اطلاع داشته باشه. و این از یک طرف نشان خشم مردم ایرانه و از طرف دیگه یکی از گزینه هاییست که اسرائیل میتونه اختیار بکنه. و اجازه بدید که در این مورد حرف بیشتری نزنم. حالا کدوم اینها رو اسرائیل انتخاب بکنه و چه محدودیت ها و چه مشکلاتی در راه هر یک از این گزینه ها وجود داره، اگر فرصت باشه با کمال میل حاضرم جواب بده. یعنی این که ایشون به جای مخفی بشه که فقط طنزش در اینه که فقط اسرائیل خبر داشته باشه و لابد امام زمان ایشون به حال نایب هست باید قابل دسترسی باشه. ببینید خب اون گزینه ها رو من نمیدونم، نه تعیین تکلیف میکنم برای ارتش اسرائیل یا هر چیز دیگه، اونا به هر حال لطمش به مردم ایران هم هست یه جایی مثل خارک رو. و این آخری رو که قرار بود نگید و جزئیات نگید خب گفتید، یعنی بیت خود رهبری یا پیدا کردن خود خامنه ای و دارا دستش و اینها. این نه خیلی بیشتر از این و خیلی بیشتر از اینا دیگه، تمام مخلفاتش اینا. باز هم من میگم امیدوارم تأسیسات صنعتی و تأسیسات نفتی ایران آسیبی نبینه، هدف قرار نگیره. آقای نوریزاده چون این گزینه هایی و گزینه های دیگه و تضعیف حکومت فقیه تا چند اندازه میتونه زمینه ساز به اصطلاح برخواستن مردم باشه برای انجام بقیه کار؟ ببینید اگر اسرائیل هوشمندانه برخورد بکنه طبیعتا مردم ایران وقتی عجز نظام رو ببینن این امکان براشون فراهم میشه خودشون میدان رو به دست بگیرن.
ولی واقعا اگر مثلا برق مردم قطع بشه نمیدونم آیا این میتونه تأثیر گذار باشه یا برعکس نشه. رژیم روی این خیلی داره تبلیغ میکنه که هدف اسرائیل ملت ایرانه نه فقط رژیم. یه نکته به نظر من خیلی مهمه باید در نظر بگیریم، پیام نتانیاهو به ملت ایران بسیار تأثیر مثبتی داشت. خیلی گزینش دقیق کلمات، جملات و طرف خطاب ها، چه اونجا که خامنه‌ای بود چه اونجا که ملت ایران، برابری نتانیاهو مسئولیت داره به پیامش وفادار باشه، نباید ملت ایران آسیب ببینه. این الان در این عملیات رژیم علیه اسرائیل دو عرب آسیب دیدن، یک دونه از ملت اسرائیل از بین نرفتن، شاید اون عرب هم جز ملت اسرائیل بودن، ملیت اسرائیلی داشتن، ولی در حال اینقدر رژیم ایران نادانه که موشک میزنه به رام الله مرکز دولت قانونی فلسطین، یا موشک میخواد بزنه به حیفا پر جمعیت، خود تل‌آویو بخشیه، تل‌آویو پر جمعیت ترین نقطه عرب هاست. و این به نظر من نشان دهنده عجز نظامه و این نظام در این نبرد پیروز نخواهد شد، چون جنگ ایران عراق نیست که ملت ایران برای دفاع از خاکش بلند شد. خب آقای امیر شایع بود که قطعا تکذیب میکنن ایشون که نطق آقای نتانیاهو رو آقای امیر نوشته، من به عنوان یک شنیدن این خبر به فقط اطلاع میدم که اگر مایل هستین تکذیب کنید تکذیب کنید. و یک حس پرسش من این هست که قطعا نطق و کسان دیگه نقش داشتن یا خود ایشون. آقای امیر خبرهایی من دارم و قابل تشخیص هست که نقش ارتش در تصمیم گیری های اسرائیل خیلی برجسته تر از نقش خود نتانیاهو شده و حتی نتانیاهو رو از بابتی گفتن خیلی بیش از اون چیز لازم هست ملاحظه ملاحظات بایدن و بقیه رو میکنه، یعنی و این ملاحظات خیلی لطمه میزنه به تأمین امنیت اسرائیل. این تا چه اندازه این خبرها یا شایعات یا هرچه هست درسته؟ بله، در مورد مسئله اولی که مطرح کردین من بسیار سپاسگزارم از مهری که نسبت به من ابراز کردید، ولی یه نکته رو بهتون قول میدم و اون یعنی عیان احتیاج به زیاد به بیانش نیست که نتانیاهو چنان سخنران پرقدرتی است، قدر قدرت پر استعداد، بیست و چند ساله. یکی از علل ترقی سریع ایشون آقای نتانیاهو همین قدرتش در بیان، قدرتش در قانع کردن، شیوه سخن گفتنش انگلیسی خیلی خوبی است که بیان میکنه و احتیاج به کمک هیچ کس نداشته. تا اونجایی که میتونم حد بزنم فقط خود ایشون این نطق رو نوشته، گویا دیگرانی بهش پیشنهاد کردن که این نکته و این نکته و این نکته رو هم بگنجون، ولی سه تا تا به حال تا اونجایی که من اطلاع دارم پیام نتانیاهو به خطاب ملت ایران بوده و هر سه رو خودش نوشته. در مورد گفته های آقای نوریزاده که امیدوارم هر چه زودتر این درد دندانی که هست برطرف بشه، در حمله موشکی حکومت ایران 191 موشک، هیچ اسرائیلی کشته نشد، چند نفر زخمی شدن، فقط به علت اینکه ترکشابشون اصابت کرد یا داشتن میدویدن به طرف، و تنها یک نفر کشته شد، یک نفر جان باخت و اونم یک مرد مظلوم فلسطینی بود که از غزه آمده بود کرانه باختری، از غزه به کرانه باختری که خانوادهشو ببینه. بفرمایید. شما پرسش من رها کردید آقای امیر،
صحبت آقای نوریزاده پرداخته. بله پرسش من این بوده و تکرار بوده. خواهش میکنم به پرسش هایی که میشه توجه بفهمه داره. پرسش من این هست که نقش ارتش گفته میشه برجسته تر شده، یعنی بیش از گذشته، یعنی حتی نتانیاهو رو ملامت شده که شما بیش از اندازه دارید به ملاحظات آمریکا بها میدید و این ملاحظه و بها دادن باعث میشه که تامین امنیت اسرائیل یه مقدار تاخیر بیفته درش. خلاصه اینکه در تصمیم گیری ها الان ارتش نقش عمده تری داره. این چطوره؟ بله ببینید، مسلم این است که در دموکراسی اسرائیل و به ویژه در صفوف ارتش اسرائیل و در روابط ارتش با دولت همیشه بحث ها، جدل ها، درگیری ها، مخالفت ها و موافقت ها وجود داشته و این بسیار سالمه برای یک دموکراسی که خوب و بد رو و دروی یک سکه رو بسنجن و تصمیم بگیرن. معمولا در اسرائیل تصمیم گیری نهایی دست نخست وزیره، ولی ارتش باید تمام گزینه ها رو ارائه بده و عقیده خودش رو در مورد احتمالات ارائه بکنه و غیره و غیره. در مورد درگیری با ایالات متحده تصور نمی کنم که اختلاف نظری بین ارتش و دولت وجود داره. آنچه که وجود داره اعتراض ها و انتقاد های شدید از آقای نتانیاهو در دو مورد است. یکی اینکه شما برای آزادی گروگان ها، ما هنوز 101 انسان، زن، مرد، کودک، پیر، جوان دزدیده شده در بدترین شرایط در تونل های مرطوب و تاریک، نیمه تاریک غزه نگهداری میشن در بدترین شرایط. حالا از این 101 نفری که گفتم چند نفرشون زنده ماندن و چند نفر در اثر نبود غذا، نبود داروهایی که احتیاج داشتن، نبود کمترین شرایط زندگی کشتش فوت کردن نمیدونم. ولی اسرائیلی ها، گروه های از اسرائیلی ها به شدت از آقای نتانیاهو انتقاد میکنن که تو این موضوع رو دست دوم قرار دادی و به اندازه کافی بهش توجه نمیکنی. یه نکته، یه اختلاف نظر دیگر هم وجود داره، این بار بین ارتش و دولت هست که ارتشیان میگویند آقا به ما ماموریت نظامی دادید، رفتیم انجام دادیم، الان به یه مرحله رسیدیم که شما به عنوان رئیس دولت باید تعیین بکنید که آینده غزه چه باید باشد. و آقای نتانیاهو هنوز درباره آینده غزه تصمیم گیری نکرده و این امری است که خطرناکه و بحث‌های شدیدی رو در اسرائیل به راه انداخته. در مورد نزاع با ایالات متحده یا اختلاف نظر با ایالات متحده، خیر من بعید میدونم که اختلاف نظر بین ارتش و دولت وجود داره. اسرائیل به جدل با آقای بایدن ادامه میده، ناخرسندی های شدیدی در اسرائیل وجود داره. از منم اگر بپرسید دولت آقای بایدن بسیار بسیار ناشیانه و ناپخته عمل کرده. خیلی خوشحالیم، قسم داشتیم بپرسیم ولی خب خود شما فرمودید دیگه برطرف شد یه سوال ما جلو افتادیم. بله کاملا دولت بایدن که گفتن نداره، همونطور که شما اشاره کردید آقای منش امیر عزیز. آقای نوریزاده، اسرائیل همچنین به سوریه هم حملاتی داشته، زدنهایی تو سر سپاه پاسداران زده، تو محمد غسیر رو زده یا قصیر یا هر تلفظی که داره که مترجم بوده و یکی از ارکان اساسی این نظرات فاسم، مترجم اصلا روحانی بوده وقتی که میرفته یا بقیه مسئولان جمهوری اسلامی، نزدیکان شما به میشناسید همه اینها رو، برادرش هم که اسلحه میبرد به دست حماس و بقیه میره، همه اینا رو زدن درست، ولی از سوریه ما چیزی نمیبینیم، واکنشی ندیدیم و نمیبینیم، سرصدایی هم در نمیاد. اینو چطور تعبیر و تفسیر میکنی آقای نورزاده؟ اولا جناب چالنگ اشاره کنم که سردار مجید دیوانی که بله اسرائیل رو در بولوار مزه به قتل رسوند، در اونجا هم یه جلسه داشتن، داماد حسن نصرالله اداره میکرده و این سردار دیوانی کشته شده که خیلی آدم مهمی بوده در واحد 400 سپاه قدس.
سوریه به هیچ وجه علاقمند به ورود به یه جنگ با اسرائیل نیست. بخشی از سرزمینش جولان اشغال سازمان ملل به رسمیت نشناخته و رژیم اسد که از اون محلکه جان به در برده حوصله نداره دیگه دوباره خودش رو درگیر یه جنگ بیفایده بکنه، ولی همچنان جمهوری اسلامی اونجا جولان میده. و گمان میکنم فرانسه وزیر خارجش که میخواد با مقامات لبنانی ملاقات کنه، او این رو گوش زد بکنه غیر مستقیم به سوری ها که خودتون بکشین کنار تا سالم بمون. آی چالنگی، کشتن نصر الله یه تحول عظیم در لبنان داشت. معاون رئیس پارلمان آمد و گفت آقای نبیه بری گفتگوها رو آغاز کرده تا انتخاب رئیس جمهوری انجام بگیره. این بسیار مهمه. و اینکه دولت لبنان با رئیس جمهوری قانونی و نخست وزیرش برای تطبیق قطعنامه 1701 با اسرائیل اقدام خواهد کرد. مردم لبنان الان خیلی خوشحالن که رئیس جمهوری جدیدشون انتخاب خواهد شد از برکت کله شکسته حسن نصرالله. یعنی اینقدر مقداری جاده رو صاف کرد برای برقراری آرامش در لبنان. بله خوشتنه. بله. خب آقای امیر، قرار نبود راجع به نتانیاهو چیزی بگیم، ولی چون شما اشاره کردید ولی پیش اومد. و اینکه تا چه اندازه چون این خبرها هم بوده مشورت‌های انجام میشه، یعنی نتانیاهو تلاشش زیاد هست که محدود کنه یا مهار کنه جمهوری اسلامی رو، ولی تا چه اندازه مشورت‌هایی برای چگونگی اقدام اسرائیل در جریان هست؟ اولا اگر هست به چه شکل هست؟ بله ببینید، ما دو سه تا نهاد داریم که درباره این موضوع ها بحث میکنن و باید تصمیم گیری بکنن. نهاد اول هیئت دولت، نهاد دوم شورای عالی امنیت ملی، نهاد سوم ارتش و نهادهای دیگری هم هستند. در اینها همش بحث و جدل میشه. تصمیم نهایی رو دولت میگیره و دولت هم تا حدود زیادی یعنی شخص آقای نتانیاهو میگیره. به این وسیله است که اینها تصمیم گیری میکنند. بحث درباره این که با رژیم ایران چه بکنن و چگونه بکنن از پیش از اون حمله موشکی رژیم ایران آغاز شد و هنوز هم ادامه داره. در این روز پنجشنبه رو لاقل من به خوبی میدونم که چندین و چند بار اون هیئت محدود کابینه جنگی تشکیل جلسه داد و با امیران ارتش و امکانات رو بررسی کردن. مسئله اینجا در انتخاب اون چهار گزینه که گفتم، این موضعی است که ایالات متحده در پیش گرفته یا باید در پیش بگیره و اگر وقت داشتیم دربارش بیشتر توضیح میدم. حتما بفهمید. این که آیا اسرائیل اطمینان کامل داره به عنوان مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه، اطمینان کامل داره که آمریکا سر به زنگا نسبت به تعهدات خودش به اسرائیل، همچنان که اعلام کرده به ارتش آمریکا بایدن که یاری بدن اسرائیل رو در صورت لزوم، عمل خواهد کرد؟ آقای چالنگی اگه قول میدین به کسی نگین. نه. من میتونم آقای بگم که سرنگهدار بینندگان که خودمون هستن قطعا بهش نخواهیم. میتونم بگم که احتمال زیادی وجود نداره، به خاطر اینکه همین مثلا یه مثال بزنم براتون. آقای بایدن فرمودن که دست اسرائیل رو در دفاع از خودش باز میگذاره، درست؟ یعنی ما طرفداری کامل میکنیم. نه، ما اشتباه کردیم. ایشون طرفداری کامل نمیکنه، میگه ولی به اقداماتی دست نزنه که موجب گسترش آشوب و فتنه در منطقه بشه. حالا حکومت ایران این حرف آقای بایدن رو میگیره و محرمانه یا غیر محرمانه خبر میده که اگر
اسرائیل غلط بکنه و به ما تجاوز بکنه، ما تمام انبارهای نفتی کشورهای عرب رو هدف قرار میدیم. خب این موجب یک بحران شدید سوختی در دنیا میشه، مسلما نه فقط ایالات متحده بلکه بسیاری از کشورهای دیگر رو هم هراسناک میکنه که بر اسرائیل فشار بیارن که مثلا این کارو نکن اون کارو نکن، و این امری است که بر اسرائیل سنگینی میکنه و در راه انتخاب یکی از چهار گزینه‌ای که خدمتتون عرض کردم این اصل رو و این عامل رو باید کاملا و قاطعانه در نظر گرفت. و نه قول که به کسی نخواهیم گفت، نه در اینجا که در واشنگتن، نه در منطقه، نه بینندگان، همه سر راحت بند. خب آقای نوری‌زاده بفهمید، همونطور که آقای امیرم اشاره کرد، این جمهوری اسلامی علاوه بر این تهدیدی که کرده، تهدید کرده که از زبان پزشکیان که اگه بخواد آمریکا این کار کنه اون کار کنه، ما دیگه تمام دوستانشون و منظور آمریکا سالا مسائلشون و پایگاهاشون رو در منطقه هدف قرار میدیم. اینا رو چطور ارزیابی میکنیم با توجه به بازتاب حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در کشورهای عرب؟ ببینید آقای چالنگی، به قول مسئله قدیمی ما، ددر نرفتن بی بی از بی چادری. جمهوری اسلامی اگه میتونست تمام این کارا رو کرده بود، تمام این کارا کرده. یادش نرفته که در صحنه آخر جنگ ایران عراق آمریکا در دو هفته نیروی دریای ایران نابود کرد، آنچه پادشاه فقید با اون برنامه خستگی ناپذیر ایجاد کرده بود تو دو هفته بین رفت. الان میدونه بخواد یک موشک به طرف عربستان ببره، ناوگان آمریکا حاضره، دیگه جای سالم براش نخواهد گذاشت. از این روز خونا، از این تهدیدا زیاد بلدن. سر منبر میگن امام زمان بیاد اینقدر میکشه تا زانو خون میاد، جنازه خلیفه دومو در میاره 50 دفعه آتیش میزنه. منظورم اینه که اینا از این حرفا زیاد میزنن. خامنه ای گفت 2025 اسرائیل نابوده، گفت در یه دقیقه حیفا و تلاویم رو با خاک یکسان میکنه. آنچه با خاک یکسان شد آب روی سید علی آقای ولی فقیه بود. ولی شما نگاه که این سلامی اون لحظه که اون جست رو میگیره با تلفن، حمله به پیش، درود بر شما، آدم واقعا یاد فیلم های جوک مینداخت، یاد این کارتون ها مینداخت. قیافش هم شبیه این نفروش های دورگرد فرمانده کل سپاه، آدم یاد تیمسار جمع میفته، یاد تیمسار اجازی میفته، یاد اونا نادر جهانبانی میفته، وقت این حمال فرمانده کل نیروهای سپاه و الباقی شد. البته خب این نفروش ها که مثل همیشه قصد شما به شغلش نبود، چون خیلی یاد مردم مدیون نه تصمیم سوء تفاهم پیش میاد، برای اینکه آدم های باشرا مدیون هستن مردم در زمستون ها، خیلی به همین نفع بند یادش بخیر، روانش فاد آقاسی عزیز هم یه فیلم بازی کرد در همین نقش، در همین نقش فیلم بعد بسیار فیلم خوب، یعنی مورد استقبال قرار گرفت، خوب بعدش به جای خودش. آقای نوری‌زاده یه مثال زد که البته مثال های فارسی بعد وقتی یکی دو نسخه روایت دارن، بی خونه موندن بی بی از بی چادریه، نسخه دومش خونه موندن بی بی از بی تنبانیست هم داریم، این هم داریم. و این تهدیدات بیشتر به همین دلیل بیشتر بند تنبانی تلقی شده در عرصه سیاست، این تهدیدها بعد اینا هست. خوب آقای امیر بفهمید، باز این پرسش من دفعات قبلم داشتم، هفته قبل تا الان هم یه اتفاقات افتاد، حمله جمهوری اسلامی، موشکایی که فرستاده با شاید هم هدف همین بوده دو فلسطینی وقت برگشته رو به قدر برسونه. به هر حال با سکوت کشورهای عرب روبرو شد، به جز یک سری حزب الله یا در لبنان بقیه عکس‌العملی نشون ندادن. اهمیت این سکوت رو شما چقدر ارزیابی میکنید برای به اصطلاح آینده منطقه؟
و محتوا. بله بله این سوال بسیار مهمی، سپاسگزارم آقای چالنگی. ولی اجازه بدید یه نکته رو در تایید سخنان آقای نوریزاده بگم که اینا انقدر بی سوادن، انقدر بی تجربه هستن. ببینید یک فرمانده نیروهای نظامی وقتی که قرار موشک به جای دیگه پرتاب بکنن، اون هم نه یکی نه دوتا، خودشون گفتن 400 تا، بعد گفتن 200 تا، بعد معلوم شد که 191 بود. در چنین شرایطی اولین اقدامی که باید بکنن اینه که پروازهای غیر نظامی رو، پروازهای مسافری رو متوقف بکنن. نکردن. مسافران توی هواپیما این خیلی نگران کننده است، خیلی ترسناکه. نشستن از پنجره هواپیما میبینن که مرتب موشک به هوا میره. خب اگر یه دونه از اینا به خودشون میخورد چه فاجعه رخ میداد و غیره و غیره، که در این جریان خیلی میشه صحبت کرد. سوالتون تکرار بفرمایید که گفتم خیلی مهمه. به دلیل اهمیت شاید همین مجددا تکرار میکنم، این که این سکوت کشورهای عرب بله. در برابر این رویداد شما اهمیتش رو برای آینده منطقه چقدر ارزیابی میکنید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید وقتی که خمینی به روی کار آمد اعلام کرد که ما میخواییم جهان اسلام رو متحد بکنیم و ما یک میلیارد و 400 میلیون نفر مسلمان داریم، اگه هر کدوم از اینا یه سطل آب روی رژیم اشغالگر صهیونیستی بریزه در اقیانوس غرق خواهد شد. یعنی این ادعا و امید و انتظار رو داشت که جهان اسلام رو به دور این مسئله متحد بکنه. ولی دیدیم که رژیم ایران نه فقط در رویارویی با اسرائیل شکست خورده، در تامین خواسته های مردم شکست خورده، بلکه در این هدف اساسی خمینی هم نه فقط موفقیتی نداشته، بلکه شکست های بسیار زیادی خورده. دنیای اسلام و کشورهای عرب هر روز بیش و بیشتر از رژیم ایران دور شدن. ببینید در تمام مدت یک سال جنگی که در غزه جریان داره، که مسلمانان اهل تسنن هستند، حماسی ها، در تمام این یک سالی که جنگ در لبنان جریان داره مسلمانان اهل تشیع هستند. هیچ کشور عربی به جانبداری از این گروه های تروریستی و حکومت اسلامی ایران بر نیامد. نه فقط هیچ کشوری نیامد ابراز همیاری و هم کاری بکنه، بلکه میبینیم که الان رژیم ایران میآید و اونها رو تهدید میکنه، میگه من منابع نفتی شما رو نابود میکنم. این نشون میده که این یک شکست بزرگ دیگر برای رژیم ایرانه که نه تنها اتحادی در جهان عرب، در جهان اسلام به وجود نیاورد، بلکه شکاف عمیقی به وجود آورد که باعث افزایش تنفر مردم، رهبران کشورهای عرب نسبت به ترور فلسطینی شد. خب آقای نوریزاده، دین وحدت مسلمانان که به همین نتیجه رسید که بمب و عملیات تروریستی بحرین و کشورهای دیگه و نابود کردن عربستان، همه اینها که بارها گفته شده، و سرانجام یک راه حل عملی پیدا کرد که وحدت مسلمانان هم شیعه و سنی و لامذهب و هر چه که هستن از اتاق خواب های علم الهدا در مشهد میگذره که بسیار اونجا هجوم بردن. حالا همین سکوت رو دیدید دیگه، اشاره کرد، خود شما گفتید که خلیفه دوم رو میارن 50 بار آتیش میزنن، یعنی یه کامپلیمانی هم هست، مثل که خلیفه دوم مثلا نسوز بوده چرا 50 بار آتیش بزنن مثلا. الان این سکوت و این بیتفاوتی کشورهای عرب منطقه رو نسبت به فلسطینیا، نابود شدن دنبه لبنانی، اصلا نصرالله و این موشک پرانی جمهوری اسلامی، تهدید اسرائیل به تلافی جویی، این سکوت رو در حال حاضر شما چطور ارزیابی میکنید و اهمیتش و در درونش چه هست که شما خواهید گفت؟ جناب شالنگی خیلی روشنه، کشورهای عربی خوشحالن از کشته شدن نصرالله، خوشحالن از ضعف جمهوری اسلامی، از عجزش، از اینکه سر شکسته از خامنه ای،
از اینکه تو فرود توی خیابان‌های حتی زاهیه تو بیروت علیهش حرف میزنن. خیلی طبیعیست علاقه مندن این ماجرا ادامه پیدا کنه تا جمهوری اسلامی به زانو دره. یادمونه آخر جنگ ایران عراق همین حالت در میون عرب ها بود، برای همین هم همشون رفتن کمک کردن به عراق. فقط این سوریه بود که تازه سوریم به قول به گفته رفیق دوست موشک اسکاد نداد، قذافی داد. منظورم اینه که رژیم در منزوی ترین وضع ممکن در منطقه است و همین دولت قطر عظماست که به خاطر حفظ مسائل اسرائیل و خودش جلو افتاده، مثل عمان هم همینجور، و الا رژیم همراه و همدلی اصلا نداره. خب آقای امیرمنصور، مسئله خاورمیانه یه بار دیگه هم اشاره کردیم، باز این هفته یک قسمت دیگه بهش اضافه شده به این منظره خاورمیانه. مسئلهش عوض شده به کلی. حزب اللهی وجود نداشت، دهه 50 60 70 82 به وجود میاد و بقیه موضوعات. تمام اون چیزی که در این صحنه هست رو کنار هم، رو به کجا دارن مجموعه اینها؟ به سوی آرامش برای خاورمیانه؟ به نظر میرسه چنینه، چون بیش از هر زمان من فکر میکنم شما قطعا به مراتب بهتر این اسرائیلی ها احساس ناامنی در اسرائیل به این شکل و به جنگایی بوده با عربی چند روزی ناامن بوده، بعدش دیگه مشکل نداشتن. این یه عامل برجسته شده ناامنی در اسرائیل و بقیه موضوع. الان رو به کجا دارید میبینید با تمام این نشانه هایی که در منطقه هست؟ بله ببینید، من ارزیابی شخصیم رو میگم. ما سالی که گذشت از نظر سال یهودی بسیار دشوار بود، بسیار خطرناک بود. ارزیابی من این است که سالی که آغاز شده بیشتر خطرناک خواهد بود، بیشتر خونریزی صورت که خواهد گرفت، بیشتر ویرانی ایجاد خواهد شد. ولی بعد از اون این امید رو من دارم که تمام عوامل فتنه‌گر سرکوب بشن و حزب اللهی نباشه، حماسی نباشه، خدا کنیم که دعا کنیم که رژیم ایران هم نباشه. و وقتی که این هدف دست کم یک سال دو سال دیگه ممکنه طول بکشه، وقتی این هدف تامین شد، وقتی همه گروه های فتنه‌گر از صحنه خارج شدن، اون موقع میشه امیدوار بود که منطقه نظم نوینی داشته باشه، همونطور که نتانیاهو گفت، و عوامل فتنه‌گر نابود بشن و همکاری و همیاری و همجواری بین تمام کشورهای منطقه برقرار بشه. اگه اجازه بدید یه پیامی هم به کشورهای اروپایی و دولت ایالات متحده دارم. میخوام بگم بپرسم که دیگه منتظر چی هستید؟ الان میبینید حکومت ایران میگوید که آمده اسرائیل رو زده و برای اینکه اسرائیل واکنش نشون نده میگه اگر بزنه منم چاهای نفت رو میزنم، من هم فتنه‌گری میکنم، من هم موشک دارم، من هم اتم میسازم. الان عرض کردم روزنامه کیهان و روزنامه جوان که سخنگویان یکیش خامنه‌ای و دیگری سپاه پاسداران هست، علنا دیروز نوشتن که الان هنگام این شده که ما بمب اتم داشته باشیم. آقایون غربی ها، آقای ایالات متحده، اینها آمدن در لبنان، در سوریه، در یمن، در عراق، در جاهای دیگه فتنه گری میکنن، ترور رو در اروپا بیشتر میکنن، سوء قصد به جان مقامات آمریکایی رو در ایالات متحده طرح‌ریزی میکنن، قصد نابودی اسرائیل رو دارن، منطقه رو به جنگ کشوندن، میگن تمام منابع نفتی خاورمیانه رو نابود میکنیم. دیگه منتظر چی نشستید؟ بیایید و به ملت ایران کمک بکنید. این محافظه‌کاری ها، این جبون رفتاری های خودتون رو کنار بگذارید و بدانید اسرائیل همیشه گفته و تکرار میکنه اگر رفتید و سر اختاپوس رو یا سر مار رو زدید، مطمئن باشید که این آسان ترین، کم هزینه ترین
و بهترین گزینه است برای برقراری آرامش دوباره در خاورمیانه. فعلا که لوز المعده شو زدید اسرائیل، یعنی حسن نصرالله رو حالا سر کافی نیست. آقای نوری زاده بفرمایید که شما 2 دقیقه وقت داریم، خوشبختانه بیش از اونم نداریم وقت، یعنی زحمت شما کمتر شده، که این عوامل کنار هم چطور ارزیابی میکنه، رو به کجا داره در منطقه؟ جناب چارلنگی بدون شک ما یه مرحله درگیری و رویارویی داریم، ولی پشت‌بندش یک خاورمیانه جدیده. اسرائیل هم اشاره کرد، دنیا همین رو پذیرفته، از شر رژیم جهل و جور و فساد رها خواهیم شد و ایران عزیز جایگاه والای خود رو دوباره پیدا خواهد کرد. بدون تردید و دوستی با همه ملت‌های منطقه از جمله اسرائیل و بقیه کشورهایی که هستن، نه تهدید. خب آقای نوری‌زاده، امیدواریم شفا پیدا کنید، هرچند مشکلی نیست، آمدن پیامدهای کار دندون هست. آقای دکتر رامین فرزام که اشاره کردن در کار دندون پزشکی، من شخصا که مثل آقای نوری‌زاده ایشون کار کردن و چه محبت و بزرگواری، و من حقیقتا در زیر دست ایشون خوابم بود. کار دندون پزشکی اینقدر شکل یک کار هنری، شما حتما این تجربه کم بیش داشتید، اینقدر وارد و ماهر و که فقط یک دندون پزشکی مصری رو من دیدم نزدیک به این ساعت، دکتر زیاد صبایی، که از دیدارشون با آقای امیر میگفتن در منزل زیبای آقای امیر که کلکسیون ایران رو اونجا در واقع عید بس روشوشانه به دکتر رامین فرزان و همه هموطنان یهودی ما خجسته باد به ملت اسرائیل همینطور. و در واقع آقای رامین فرزان میشه گفت یک ایران شناس، ضرب المثل های ایرانی رو هم همه بلدن و با اون چه که فرهنگ عامیانه ایران هستم آشنا هستن. سپاس بسیار آقای امیر، خجسته باد، عید روشوشانه بر شما و خانواده شما و مردم اسرائیل و مردم منطقه، امیدواریم بهره‌مند بشن از این ایام خجسته و ایام خجسته دیگه ای که در راه هستن مانند نوروز و عیدهای دیگه. سپاس بسیار با سپاس از شما و به امید دیدار و امید این که به زودی زود در منطقه آرامش برقرار بشه. آرزوی همگان همین، جوانان، کودکان اسرائیلی، کودکان فلسطینی در کنار هم بازی کنن، همونطور که من گفتم در صحرای سینا کنار خلیج عقبه کودکان اسرائیلی می اومدن این ور در خاک مصرشون مجاز بودن، با دوچرخه بازی می کردن، برمیگشتن شب به خونه شون، اون ور مرز نزدیک بود شهرک، مثلا 200 متر فاصله داشت با اون جایی که دوچرخه بازی می کردن و منظره بسیار زیبا و قشنگی بوده و هست. امیدواریم روزی چنین بشه در سراسر منطقه خاورمیانه. بینندگان عزیز، به کانال یوتیوب من نیز سری بزنین، گفتنی های بسیار در اونجا هست. آخرین تازه ترین گفتگوی من با خانم غزال مدیریان رو در اونجا خواهید دید و آنچه که لابی جمهوری اسلامی در این حال انجام داره میده در واشنگتن، در هواداری جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل و علیه اسرائیل و بقیه گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در این کانال یوتیوب در این گفتگو بهش اشاره شده. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز همکارانم در تولید این برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد بود.